پنجمین فایل رو باز بکنید از این بخش هفت که بخش ایونت ها بخش آخرش هست. ما اینجا چیکار کردیم؟ اومدیم کتابخونه تیک اینتر رو ایمپورت کردیم. کتابخونه تیک اینتر TTK رو هم ایمپورت کردیم که پوستش هست. روتی رو ساختیم که از کتابخونه از TK رو چیکار کرد؟ اینستنشیت کرده. یه دوتا لیبل ساختیم. اسم اولش رو گذاشتیم لیبل 1، یکم گذاشتیم لیبل 2. اگر این رو ران بکنم دوتا لیبل داریم که فعلا هیچ کاری برای ما انجام نمیده. نگاه بکنید لیبل 1، لیبل 2. ببینید. اما میخوام برای این لیبل ها چی درست بکنم؟ ایونت درست بکنم. چجوری ایونت درست بکنیم؟ میام این پایین یه کدی رو پیست میکنم. کدی رو که پیست میکنم اینه که میگم لیبل 1 رو بگیر بایند بکن. گفتم برای لیبل ها از بایند استفاده میکنیم، برای دوگما از کمند استفاده میکنیم. لیبل رو بگیر دات بایندش بکن و باتون پرس. باتون پرس چی بود؟ دوگمه هر دوگمه ماوس رو بهش میگفتیم باتون پرس. دوگمه اول، دوم و سوم. وقتی که روی لیبل یک کلیک کردیم بیا پرینت بکن برای من روی کنسول BP لیبل. حالا بریم اینو ران بکنیم. لیبل یک رو من کلیک میکنم میزنه BP لیبل. حالا راست کلیک هم میکنم میزنه BP لیبل. چپ کلیک، راست کلیک، چپ کلیک، راست کلیک. ولی لیبل دو انجام نمیشه. لیبل یک هستش که چی میشه؟ یه ایونتی رو اجرا میکنه. حالا میام پایین یه کد دیگه رو من پیست بکنم. این کد چی میگه؟ میگه لیبل یک رو بگیر، خب بایندش بکن دوگمه یک، یعنی چپ کلیک، بیا برای من پرینت بکن وان لیبل. حالا بریم این رو ران بکنیم با هم دیگه، ببینید اون یک برای ما چی کار انجام میده. لیبل یک من روش راست کلیک میکنم میزنه BP لیبل، چپ کلیک میکنم میزنه وان لیبل. چپ کلیک، راست کلیک، چپ کلیک، راست کلیک، چپ کلیک و راست کلیک. پس چی میتونید تارگت بکنید؟ به این صورت میتونید یه دونش رو بگید که هر کلیکی دومیشو بگید فقط کلیک چپ. پس این کلیک راست و وسط هم باشه جواب به شما میده که BP لیبل. حالا یه چیزی که من میخوام اینجا به شما بگم، این کد میگیم برو کلید یک رو بزن، خب این سری چیکار بکن؟ روت رو در نظر بگیر. روت یعنی چی؟ نگفتم لیبل یک رو ها، گفتم روت رو. روت چی بود؟ پنجره اصلی بود که ما ساختیم. این چیکار میکنه برای ما؟ این دوتا ایونت رو همزمان برای ما اجرا میکنه. نگاه بکنید اگر من برم روی لیبل یک کلیک بکنم، چپ کلیک و راست کلیک بکنم هیچی نمیده. راست کلیک بکنم فقط میگه BP لیبل. لیبل دو هم نه، لیبل یک فقط. چپ کلیک بکنم دوتا ایونت به من میده. نگاه کنید میگه لیبل روت، لیبل روت. پس شما میتونید دوتا لیبل، دوتا ایونت رو تریگر بکنید، هدف قرار بدید. روت کدومه؟ این صفحه سفیده روت هست و این لیبل یک هستش که من روی صفحه سفید کلیک میکنم میبینید میزنه روت، ببینید. اما اگر برم روی لیبل یک کلیک بکنم میزنه لیبل وان و روت. پس اگر خواستید یه اپلیکیشن خیلی بزرگ چیز بکنید، درست بکنید، بعد این در نظر بگیرید که روت هم برای خودش به اصطلاح میتونه ایونتی داشته باشه دیگه. اما در آخر میام میگم لیبل یک رو آنبایند بکن. وقتی آنبایند میکنیم چیکار میکنه؟ میایم دیگه وقتی روی لیبل یک کلیک میکنیم هیچ اتفاقی نمیفته. بایند، آنبایند متضاد بایند. میام پایین میگم آنبایند بکن باتون پرس. جفتش رو آنبایند بکن، یعنی هم این رو هم دومه. حالا فقط اتفاقی که میفته اینه که من روش کلیک میکنم فقط باید بزنه روت، چون من این رو آنبایند نکردم. بریم اجرا بکنیم. فکر میکنم دیگه تا این درس فکر میکنم همه اینا رو یاد گرفته. میزنه روت. چپ کلیک هم میکنم میزنه روت، میبینید. ولی راست کلیک میکنم هیچ اتفاقی نمیفته. و لیبل دو هم میبینید که روی لیبل دو هم میزنه روت. چرا؟ چون لیبل یک ری لیبل دو اینا نیستن که جواب دارن میدن به شما، در اصل روت شماست که داره جواب میده. ببینید اینجاست که من روش کلیک میکنم میزنه روت. خب اینم از این. امیدوارم فهمیده باشید. بحث ایونت ها رو دیگه فعلا به پایان میرسونیم. فقط من اینجا یه چیزی در آخر به شما بگم.
اونم میگم root.bindAll. میگیم root.bindAll چیکار میکنه؟ میگیم escape رو در نظر بگیر. escape یعنی وقتی که ما دگمه escape رو میزنیم گوشه دگمه سمت چپ بالای کیبورد، اولین دگمه از سمت بالا سمت چپ، میگیم چیکار کن؟ escape رو بزن. که این رو هم نگاه بکنید در آخر، escape رو بهتون نگفتم. ران بکنیم. root رو که اگر بزنیم، بزنه root. درسته، وقتی escape رو بزنم میزنه escape. میبینید؟ پس این هم از این escape و شما میتونید بهش event بدید. بحث event ها همینجا به پایان میرسید. گفتم event هایی که خواستید درست بکنید توی کیبورد داخل علامت کوچیک در بزرگتر میذارید، event هایی که داخل دوتا میذارید event های از قبل درست شده هستش توسط پایتون و شما میتونید روش replace بکنید. و bind, unbind, command همه event ها رو یاد گرفتید.